خب بینندگان گرامی، بازگشتیم. ما امروز داریم درباره سرگویی و پالایش زبان فارسی از واژه‌های بیگانه، نه تنها با واژه‌های جدید درست کردن یا ساختن، بلکه با استفاده از همین واژه‌هایی که ما به صورت تاریخی حداقل میتونیم بگیم یه قدمت هزار ساله رو از شاهنامه رو ما اگر در نظر بگیریم میتونیم تمام واژه‌های فارسی رو استفاده کنیم و امروزه دوباره اونها رو رواج بدیم. داشتیم در این باره گفتگو میکردیم که خب یکی از خرده‌هایی که ممکنه به سرگرایی گرفته میشه اینه که برای مردم کوچه و بازار، مردمی که با واژگان سر آشنایی ندارن، گفتار رو نوشتن یک کمی دشواره و شاید زمان ببره که مردم بتونن یک سری از واژگان جدید رو یاد بگیرن و جایگزین کنن با واژگان بیگانه‌ای که در این زبان وجود داشته. من اینجا میخوام دکتر بقایی که مهمان برنامه هستن این پرسش رو بکنم که بگیم که خب ما میدونیم که باید بکوشیم با گفتار و نوشتار ساده و زیبا و شیوا مردم رو به سوی سرگرایی بکشیم، ولی بزرگترین آسیبی که به سرگرایی در واقع وارد میشه اینه که گفتار و نوشتار ناشیوا، نارسا و پر از واژگان ناآشنا بشه که با آهنگ سخن همخونی نداشته باشه یا دلسردی و دلزدگی با خودش بیاره و موجب بشه که مردم کمتر تمایل پیدا کنن یا کمتر گرایش داشته باشن که این زبان رو سره کنن. حالا شما این دایره رو در کجا میبینید؟ به نظر شما این گستره‌ای که سرگویی باید در زبان پیدا بکنه، هرچند که من میدونم خیلی هنوز ما راه داریم تا حالا به اون اندازه برسه زبانمون، سرگوییمون اون اندازه بشه که مردم ناآشنا بشن با خیلی از واژه‌ها، ولی به نظر شما کلا تا چه اندازه‌ای باید این واژه‌ها پالایش بشن؟ خب آرتمیس جان، وقتی که ما میخوام به در واقع وام واژگان زبانی نگاه بکنیم، باید یه چیز در نظر داشته باشیم که این اتفاقی نیستش که فقط شامل حال زبان فارسی باشه و فقط عامل مضری برای زبان نیست. یعنی ما خیلی اوقات در طول تاریخ تونستیم زبان رو زیباتر کنیم، غنی‌تر کنیم از طریق وام واژگان. یعنی ما حتی زمانی که میخوایم صحبت بکنیم سعی میکنیم مثلا دو تا واژه مشابه رو همزمان به کار نبریم و گاهی اوقات از واژه معادل اگر باشه در زبان فارسی استفاده بکنیم، اگر نه حالا اولین زبان مشابهش مثلا زبان عربی شو به کار ببریم. این همیشه در طول تاریخ بد نبوده. یعنی ما نگاه میکنیم و میبینیم که وام واژگان را خب به صورت اندیشه نگارها در زبان فارسی باستان داشتیم، بعداً به شکل حوزوارش ها در زبان فارسی میانه داشتیم. حالا به صرف این که من میتونم بگم که باور شخصی خودم این هستش که این حوزوارش ها به همون شکلی که نوشته میشدن در زبان خوانده هم میشدن، یعنی به همون شکل آرامی خودشون، ولی خب باور بر این هستش که اونها تنها به شکل آرامی نوشته می شدن و در زمان خانه شکل فارسی اونها خونده می شد. حالا با دلایلی که اگر وقت بود می تونم بگم که چرا، ولی این همیشه چیز مضر نبوده و واژگان واژه همیشه وارد زبان می شدن. ما در تاریخ ادبیات خودمون واژگان رو می بینیم، در اشعار حافظ، در متون و ادبیات کلاسیکمون واژگان رو داریم، ولی این خط و مرز در جایی کشیده میشه که ما نگاه میکنیم آیا این وام واژگان دارن میان و جای یک واژه خودی رو میگیرند یا دارن میان و کمک میکنن تا یک واژه یا یک معنا برای ما قابل فهمتر بشه در صورتی که اون واژه مشابهش وجود نداره. خیلی مثلا برای نمونه حافظ رو، ما اون دیوان حافظ رو مثلا باز میکنیم و میبینیم خیلی واژگان عربی داره، ولی من فکر نمیکنم هیچ کس بتونه به توانایی بیان و قدرت بیان زبان فارسی شاعری مثل حافظ شیرازی ما ایرادی بگیره. یعنی بیشک زبانی که در حافظ و کسانی که اشعارش رو میخوندن و مردم اون دوره صحبت میکردن باهاش، زبانی بوده شاید پر از وام واژگان، ولی پر از واژگان زیبا و اصیل فارسی.
یعنی یک خطی وجود داشت که اگر که لازم نبود تا شما از وان واژه استفاده بکنید حتی به شکل برای زیبایی، اون وان واژه رو به کار نمی بردن و واژه فارسیش رو می ساختن. شما نگاه بکنید، ما پیوندی داریم و ادعایی داریم بر اینکه زبان فارسی با کشورهای زیادی در ارتباط بوده، حالا جدا از تاجیکستان و افغانستان که فقط فارسی صحبت زبانشون فارسی هستش، ما کشورهایی رو داریم که واژگان فارسی هنوز هم در اونها وجود داره. شما نگاه بکنید که تا چند سال پیش حتی زبان ترکی در ترکیه مملو از واژگان فارسی بود و این واژگان خیلی جالبه، یا میتونم بگم 80%شون واژگانی بودن که نام فارسی داشتن، لباس فارسی داشتن ولی ریشه عربی. و جالبه که با معنایی که در زبان عربی داره وارد زبان ترکی نشدن، بلکه معنایی رو گرفتن که در زبان فارسی پیدا کردن و بعد رفتن وارد زبان ترکی شدند. زبان اردو به همین شکل، یعنی ما اون ساختار پیچیده عربی رو در حالا زبان فارسی هم پیچیده هست، ولی ساختار دستوری یا معنایی حتی واژگان عربی رو در واژگانی که مثلا در زبان اردو امروز میبینیم، در واژگانی که به نام زبان فارسی امروز هست و برای همین نام زبان فارسی رو داره، در زبان اردو نمیبینیم. ما خبرهای اردو رو میخونید و دستور یعنی یک عرب زبان شاید احساس بکنه شبیه یا ریشه اون زبان رو بفهمه، ولی یک فارسی زبان شاید 50 یا 60% زبان اردو رو بفهمه. چرا؟ چون که اون واژه‌ای که ریشه عربی داشته لباس فارسی در طول سالها به تن کرده. پس ما نباید واژگان رو زیاد پالایش بکنیم، ولی در این حال باید دقت بکنیم ما چه واژه‌ای رو امروز داریم می‌سازیم، یعنی ما با اون دستور تاریخی زبانمون، با اون همونطور که خودتونم گفتیم پسفندها، پیشفندها که خیلی هاشون داره متاسفانه از بین هم میره به خاطر ناتوانی زبانی که امروز داریم، بیایم و واژگان رو انقدر زیبا بسازیم و به کار ببریم و نذاریم تا از بین برن که نیاز به کاربرد واژگان جدید و ساخته عربی نباشه، واژه‌ای که مثلا انگلیسی هستش نباشه. هرچند این ایراد رو باید به خیلی از تولید کنندگان محصولات گرفت و به خیلی از کسانی گرفتش که میان و زبان انگلیسی رو زبان دوم مردم فرض میکنن. ما خیلی اوقات محصولا، یعنی به نظر من تمام چیزها، تا جایی که من یادم میاد تمام محصولاتی که ما در ایران تولید میکنیم همیشه یک دستورالعمل انگلیسی دارن. مگه مردم ایران زبان انگلیسی زبان دومشونه؟ یا آیا اینقدر توریست میاد و محصولات ایرانی رو استفاده میکنه که شما مثلا برای یک پلوپزی که استفاده میکنی حتما نیاز داریم که دستورالعمل انگلیسی براش بنویسید؟ آیا اینقدر میان توریست ها و به سینما میرن که ما حتما باید واژه خروج و اگزیت هم بنویسیم؟ چرا ما میان به ارزش گذاریم؟ برای اینکه من خودم شخصا یک وسیله برقی از ژاپن خریدم و هنگامی که این وسیله اومد و به من رسید با پست، این به خاطر که از ژاپن خریدار شده بود و از ژاپن وارد امریکا شد، شما باور نمی‌کنید این وسیله یک کلمه توضیح به زبان انگلیسی نداشت. یعنی کل این کاتالوگو که من باز کردم تمام نوشته ها ژاپنی بود، صفحه اول صفحه دوم، حتی کنار عکساش که مثلا انداخته بود. و من این برام این همون زمان این به فکر من اومد که بسیار کار درستی است، حتی در ژاپنی که جز 7 قدرت برتر اقتصادی جهانه، همه ما میدونیم جز کشورهای جهان اوله، همه ما میدونیم میلیون ها توریست خارجی در سال وارد اون کشور میشه و البته کشور بسیار توریست فرندلی هم هست، یعنی آشنایی مردم دارن با زبان، یعنی اون
ساین ها یا علائم رو همه رو به انگلیسی نوشتن برای میلیون ها توریستی که در سال وارد ژاپن میشه، اما میزان دانش انگلیسی مردم ژاپن بسیار بسیار کمه و حتی تمام محصولاتی که در ژاپن تولید میشه غیر از اونهایی که فقط برای صادرات داره صادر میشه هیچ نوع واژه بیگانه یا نوشتاری به زبان دیگه، حالا انگلیسی فرانسه فرقی نمیکنه، به هیچ زبانی در ژاپن شما تولیدات خودشون رو در کوچه و خیابان‌های ژاپن که می‌خرید نمی‌بینید که برگه‌ها یا دفترچه‌ها یا دستورالعمل‌های به اصطلاح برای زبان‌های دیگه‌ای داشته باشه در خود کشور ژاپن. فقط اون قسمت شاخه‌های تجاری، اتومبیل‌هایی که صادر می‌کنن یا ربات یا کامپیوتر یا وسایل دیگه شما می‌بینید اون کاتالوگ. این نکته که شما گفتید نکته بسیار جالبی است و جالب‌تر از اون زبان ژاپنی که شاید خیلی خیلی توانایی هاش از زبان فارسی کمتره، تمام زبان دانشیک یا زبان ساینتیفیک یا زبان علمیش به واژه ها به زبان ژاپنی برگشته. در کشور ژاپن شما هنگامی که دارید یک عمل جراحی رو نگاه میکنید، خود افراد دکترهایی که سر اون اتاق عمل وایستادن اصلا با هم صحبت بکنن شما یک کلمه شو نمیفهمید، با اینکه من مثلا خودم یک هلت پروفشنال هم، من کسیم که در به اصطلاح علوم طبیعی یا به اصطلاح مدیکال پزشکی درس خوندم، ولی وقتی که در برنامه های ژاپنی نگاه میکنم من یک کلمه حرف اون دکترها رو نمیفهمم، بلکه یک دونه واژه رو، حتی واژه‌ای که باید اصطلاحات آناتومیک به کار بره تو اتاق عمل شما نمیشنوید با اون واژه، با واژه اصلی دانشیش یا به زبان بین‌المللی آناتومیش حالا همه میشناسن گویش بکنن. این نکته نشون میده وقتی یک مردمی عزم ملی دارن بر نگهداری یک زبان و اجازه ندن که یک زبان به صورت خاموش، مرگ خاموش و آهسته و خزنده پیدا بکنه، در دنیای امروز که دنیای تکنولوژی هم هست، در این همه قدرت اقتصادی و به اصطلاح نیروی نفوذی که اینها در روی کره زمین دارن، یک کشوری مثلا مثل ژاپن یا حتی یک کشوری مانند چین یا کره، در کشور خودشون این وضعیت حکم فرما نیست که متاسفانه در کشور 70-80 میلیونی ما این متاسفانه مرگ خاموش زبان رو داریم میبینیم به نوعی. خیلی از من متاسفم اینو واقعا میبینم، ولی بسیاری از مادر پدرهای ایرانی نه در خارج از ایران ببینید دارم بهتون چی میگم، نه در خارج از ایران، در درون ایران واژه های انگلیسی دارن هر روز استفاده میکنن تو خونه هاشون. یکی از شاید نشانه های شیک بودن یا مدرن بودن یا امروزی بودن یا خیلی خارجی بودن، من نمیدونم نامشو باید چی بذارم، ولی متاسفم اینو میگم، ولی من اینو در درون ایران میبینم متاسفانه، یا بین دختر پسرای جوان ایرانی. آردمی چون شما حتی این تبلیغات رو میبینی دارن برای بچه‌ای که هنوز زبان مادریش رو درست حرف نزده فلش کارت تولید میکنن به دو زبان، فارسی و انگلیسی، که اون بچه همزمان دو تا زبان رو یاد بگیره. این یعنی که شما از بچگی دارین تلقین میکنین که تو میتونی این واژه یا این واژه رو به کار ببری، و تازه من پدر مادر تشویقم میکنن و خیلی هم خوشحال هستن. این خیلی به قول شما واقعا مرگ خاموش زبان هستش، یعنی ما بدون اینکه بخوایم داریم خودمون نابود کننده زبان خودمون میشیم. حالا چون میدونم وقت برنامه محدود هستش، یه نکته دیگه ای رو که به ذهنم رسید بگم، یکی در مورد موسیقی ما هستش. یکی از مثالهایی که همیشه میزنن اینه که ما مقصر میدونیم دولت رو، یعنی که حالا جمهوری اسلامی رو پیوند میدیم با اسلام، پیوند میدیم با عرب ها، در حالی که همونطور که گفتم یک چیز غلطی هستش. یعنی ما در طول تاریخ با زبان آرامی که مادر زبان عربی بوده یه پیوندهایی داشتیم، یعنی با واجدان میگرفتیم پیش از اینکه اسلامی مثلا بیاد و جمهوری اسلامی بیاد. خب وقتی که ما میایم و اینجور چیزها رو میبینیم، شما همزمان نگاه بکنید به خوانندگان ما، تولیدات موسیقی و متن آهنگ هایی که تولید می شد در زمان اوائل انقلاب توسط خوانندگان خارج از ایران. فاطمه جان من نمیدونم شما چه حسی داریم، ولی بسیاری از این آهنگ ها به دل ما بیشتر می شینه و زبانشون رو بهتر و دلنشین تر می بینیم تا واژگانی که امروز دارن خواننده ها تولید می کنن. یعنی ما نه تنها زبان ادبیه
اونها خراب شده و زبان کوچه خیابونی شده به اصطلاح. یعنی ما دیگه اون مثلا یک نفر که داره موسیقی گوش میده خیلی واژگان مثلا به جای اس ای آخر به کار میدارن، این خوبه به جای خوب است مثلا، و این داره کم کم جا میفته که این یعنی زبان بیشه برای فارس زبانان خارج است. یعنی منظورتون گفتگوهای عوامانه است، شما به جای دقیقاً ترانه‌سرایی ادبی بکنید، ترانه‌سرایی عوامانه میکنید، انگار که همه با شما دختر خاله پسر خالتونن. شما اینگونه در هیچ جای دنیا، اینو کاملا درست گفتی اریکو جان، در هیچ جای دنیا شما نمیبینید مردم غریبه که هم دیگر رو نمیشناسن حرف زدن غیر فرمال با هم استفاده بکنن. در هیچ جا شما هیچ بقالی، هیچ سبزی فروشی، هیچ نمیدونم قصابی، هیچ، باور کنید هیچ جای جهان شما نمیبینید شما وارد یک فروشگاه بشید فروشنده با مشتری بگه تو، اصلا در هیچ زبانی شما اینو نمیدید. یا حرف زدن مردم در کوچه و خیابون هنگامی که با هم آشنایی ندارن خودمونی باشه. متاسفانه مردم ایران فکر کردن چون در غرب مردم هم دیگر با نام کوچیک صدا میکنن، اینجا مردم کاملا با هم غیر مؤدبانه صحبت میکنن و ما باید دیدیم که همه چی هم الگو برداری های اشتباه. 4 فیلم هالیوودی میبینیم فکر میکنیم مردم در آمریکا کنار دریا خوابیدن، همه نشستن و دارن فان دارن، همه تفریح دارن، گردش و تفریح. اینجا 4 فیلم میبینیم، میبینیم این با اون میگه جک، اون با اون میگه جان، از فردا بقال و چقال و کوچه همه مشتری میاد خانم برو اونجا اونو وردار. باور کنید من اینو یادم میاد در ایران که من هر وقت میرفتم توی سوپرمارکت یه کسی شروع میکرد با من به غیر مؤدبانه صحبت کنم، گفتم آقا مگه من با شما مناسبتی دارم؟ مگه من با شما آشنایی دارم؟ من یه فروشنده، شما یه فروشنده، من یه خریدار، چرا شما من میگی تو؟ من با شما چه نزدیکی دارم که شما ما اینجوری حرف بزنید؟ چرا انقدر بی ادبین؟ چرا شما اصلا بلد نیستین روابط اجتماعی درست رو؟ و دقیقا این وضعیت که شما داری میگی در ترانه های اکنون ما، تازه حالا اینو که تو خیلی مؤدبانه الان اشاره کردی، من دیدم جملات و کلمات زشت حتی فحشگونه در متن شعرها و ترانه هایی که من اسمشون نمیتونم بگم ترانه، من به نظر من اینا خیلی حذف و هجو میان، ولی متاسفانه در خیلی از اشعار من اینا رو میشنوم و مردم جالبه با حرفای زشتی که تو آهنگ ها هست دارن میرقصن تو مهمونی ها. یعنی ما چقدر ملت بی انگاری شدیم که هیچ نوع توجهی نداریم، داریم چی میگیم، داریم چی میشنویم، موسیقیمون داره کجا میره، حرف زدن روزانمون داره کجا میره، نوشتارمون داره به کجا میره. و به نظر میرسه که با این وضعیت وخیمی که ما داریم با سرعت به طرف شرکت میکنیم چندی بیشتر نمیمونه که کل فرهنگ و زبان فارسی رو از دست بدیم. حالا شما چی فکر میکنیم؟ خب دقیقا برنامه ما هم به همین سمت رفتش که ما بگیم آسیب‌های زبانی چی هستش و مسلما وقتی که ما جلوی این آسیب‌ها رو به موقع خودش نگیریم میتونه تبدیل به یه فاجعه زبانی بشه. همین موسیقی ها، تولیدات موسیقی، باورتون نمیشه من دیگه ترجیح میدم موسیقی های کلاسیکی تاجیکستان رو گاهی اوقات گوش بدم، اونها رو میشناسم، به خاطر اینکه اینقدر سعی میکنن و بهتون بگم آرتمیس جان به قدر زیبا و شکوفا داره میشه این موسیقی در تاجیکستان، به قدر جالب آهنگ شاعران رو استفاده میکنن. ما زبانمون مملو از شاعران یعنی خوشبیان، خوش زبان هستش، برای چی ما نیاییم و همین اشعار رو استفاده بکنیم؟ حتی در موسیقی های شادترمون، یعنی من خیلی اوقات دیدم شعرهای حافظ، شعرهای حتی از شاعران تاجیکستان استفاده میکنن و شعرهای بسیار زیبایی تولید میکنن که هم شاده هم گوشنوازه. وقتی که ما میان و یک موسیقی رو میذاری که نه شما درست میفهمی و فقط یک ریتم دیدین 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 بخواد داشته باشه که شما حتی گوش نمیدین، این خیلی واجه هست. ببینجه به زمانی میرسه که چون من خودم به غیر فارسی زبانان تدریس میکردم اینو دیدم،
خیلی اوقات متن رو میذاریم، متن آهنگ، و بهشون میگیم هرچی میشنویم بنویسیم. من میبینم واقعا ما شعر خیلی کمی رو داریم که قابلیت تمرین داشته باشه که بتونیم خیلی واژگان رو یاد بدیم و بخوایم بگیم زبان ما اینقدر زبان پر از واژگان زیبا غنی و برآمده از یک فرهنگ غنی هست. اون هم زبان فارسی، زبانی که اصلا گویش آهنگین، گویش ملت ما گویش آهنگین بوده. ما گاتها رو زرتشت به گویش آهنگین سروده در 3000 و چندی پیش. یعنی شما اگه بخواید در نظر بگیرید این ملت برای چی گاتها به گویش آهنگین اومده، برای که این مردم گویش روزمره زندگیشون آهنگونه بوده. یعنی ما گویشمون اینطوری بوده، در نفسش، در نهاد این زبان گویشش آهنگین و زیبا و خوش، یعنی گوشنوازه، یعنی خیلی گویش زیبایی داشتیم. و هنوز شما اینو میتونیم ببینیم در تاجیکستان، در افغانستان مردم گویششون، گویش روزمره در کوچه و خیابون خیلی آهنگین تر از ایران کنونی ماست، متاسفانه در الان ماست. نیست جان، حتی نسل قدیم شما نگاه بکنین، یه سنتی بودش که خب حالا در خانواده ما وجود داشتش در خیلی از افراد مثلا سن و سال دارتر، این که میمدن وقتی یک اتفاق میفته، مثلا یک زادروزی میشد، یک پیوندی میشد، اون اتفاق رو به شعر در میآوردن. حتی مثلا پدر بزرگ خود من یا پدرشون مثلا برای تولدش یه شعر میتونسته بگه، شعر پر از واژگان زیبا، یعنی من میخوندم لذت میبردم و احساس افتخار و غرور میکردم. امروز اگر اسم همه شاعران رو بدونیم یا محل مثلا تولد یا زادگاه اونها یا محل فوتشون رو بدونیم، خیلی هنر کردیم در یه نسل جوانترمون، چه برسه به اینکه بخوایم شعر رو بخونیم و معنی های اون رو بدونیم. چرا ما اینقدر دور افتادیم؟ چرا ما البته یه چیز رو بگم، در کتاب های ادبیات یا در اون متن‌هایی که ما میخونیم خوانش ادبیات کلاسیک خیلی کم شده. یعنی ما عادت کردیم رمان‌هایی رو بخونیم که زبان عوامانه دارن، واژگان تکراری دارن. ما اشعار شاعران نو رو که با حال و هوای اجتماعی امروزمون جورتر در میاد و بیشتر دوست داریم. شعر که میسراییم بیشتر حال و هوای شاید سیاسی رو ترجیح بدیم، در حالی که نباید پیوندمون رو بگسلیم با اون چیزی که قبلا داشتیم، شعرهایی که حافظ گفته، شعرهایی که سعدی گفته، شاهنامه. واقعا اینها حتی شاعران خارج از اون رودکی بسیار واژگان زیبایی رو به کار میبرن. ما باید جامی و بسیاری از شاعران دیگه‌مون واژگان خیلی خوبی رو داشتن، غنی بودن، شعرهای زیبا میگفتن و باید آشنایمون و پیوندمون رو با اینها زیادتر. خیلی ازتون سپاسگزارم. من این جستار خیلی جستار شیرینی است و جستاری گسترده‌ای هم هست، میشه در قسمت‌های گوناگون زبان گفتگوها کرد. من همیشه از گفتگو با شما خیلی خیلی لذت بردم و خیلی خوشنود هستم که در این برنامه باز با من بودید. امیدوارم که یک زمان دیگه رو باز به ما بدین در یکی از همین جستارهای تخصصی کار خودتون، زبان و ادبیات و زبانشناسی و همه اینها، با هم باز هم گفتگو کنیم. سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار این برنامه گذاشتین و تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. سپاس از شما، منم خیلی خوشحال شدم در این برنامه بودیم، واقعا لذت بخش بود گفتگو. بدرود. خدا نگهدار.